رئیس جمهور افغانستان در دومین روز نشست سام در کابل نگرانی افغانستان را درباره فساد اداری با شرکت کنندگان این نشست شریک ساخت. این مقام بلندپایه حکومت وحدت ملی میگوید که هرچند تلاش ها برای مبارزه با فساد اداری انجام شدند، اما این تلاش ها بسنده نیستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید می کند که در حال حاضر حکومت وحدت ملی مبارزه با فساد اداری را در اولویت کاری 9 نهاد امنیتی و مالی قرار داده است. ما این مسئولیت را گرفته ایم که فساد اداری را از بین ببریم. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کردیم. تا اکنون نه تنها که 300 قضیه بزرگ فساد اداری را بررسی کرده، بلکه در تاریخ افغانستان برای اولین بار مقام‌های بلندپایه ملکی و نظامی را به زندان روان کردیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طالبان را عامل بسیاری از کشتارها در افغانستان می‌داند و میگوید که برای شکست همیشگی این گروه به تلاش‌های بیشتر نیاز است. آقای غنی از طالبان می‌خواهد تا هدف‌هایشان را از راه‌های سیاسی دنبال کنند. این مقام بلندپایه حکومت افغانستان تاکید می‌کند که کشورش هیچگاه پشتیبان حرس افغانان نخواهد بود و در سیاست خود از گروه‌های غیر حکومتی استفاده نخواهد کرد. من یک بار دیگر بالای پاکستان صدا می زنم که گفتگوی دولت با دولت را با ما جدی بگیرد تا صلح و ثبات را در منطقه به میان بیاوریم. در نشست هیئت عالی رتبه یا سام، نمایندگان 40 کشور جهان درباره دستاوردهای حکومت افغانستان در بخش‌های حکومتداری، ساخت و ساز و فساد اداری گفتگو کردند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.